سلام عزیزان، من دکتر امیر محمد شهسوارانی هستم، جامعه شناس و روانشناس. با سلسله ویدیوهای پرسش و پاسخ در خدمتتون هستم. سعی میکنم به سوالاتتون پاسخ بدم تا جایی که بضاعت عقلی و علمیم هست. یکی از سوالات جالبی که از من پرسیده میشه، درست و نادرست در روانشناسی است یا اون چیزی که بهش میشه گفت روانشناسی علمی و روانشناسی شبه علمی، یا میتونیم بگیم استفاده بجا و نابجا از روانشناسی. خیلی سریع برم سراغش. یه سری رویکردهای روانشناسی باب شد و اومد، بعد افراد رفتن اونها رو دوره دیدند تحت نظارت افرادی که هیچ گونه صلاحیت خاصی ندارن و به دروغ گفتن که ما مدارک و دوره ها و فلان اینها رو بلدیم، رفتیم اینیم اونیم. و اتفاق بعدی که افتاد اینه که حالا این افراد رفتن اینا رو یاد گرفتن، برای برچسب زدن به دیگران از اون استفاده کردن، یا رفتن لیبلینگ کردن رفتار خودشونو، توجیه کردن رفتار خودشونو. این در حقیقت رفتن یه سازوکار روانشناسی رو یاد گرفتن در سطح سرفیس و بعد از اون برای توجیه کردن خودشون یا خرد کردن دیگران به عنوان یک مکانیسم دفاعی استفاده کردن. یعنی حالا مکانیسم دفاعیشون رفته هایر اوردر شده، سطح بالاتر رفته، اینتלקچوالایز شده، ذهنی شده، ها، خیلی با آمیخته با هوشه، یا مثلا دلیل تراشی های خیلی شیک و خیلی به اصطلاح ورنی و پولیش شده ای رو دارن تحویل ما میدن. نمونهاش بذاریم بگم، مثلا یکی تی ای، تحلیل روابط متقابل، یا بهش تحلیل تبادلی هم میگم، مال اریک برن. یکی دیگرش عرض به حضور شما مثلا سیستم های یونگی خیلی باب شده. یکیش مثلا سیستم شخصیت دیسک. خب یکیش مثلا سیستم های شخصیت MBTI که باز هم همون جزء یونگی مون، تا یه مقدار افراد MBTI کار متفاوت از این یونگی ها هستن، چون سری پرسشنامه های یونگ نمیدونم آرتمیس و زئوس رو نمیدونم چی و از این حرف هم زدن بالا رو هم استفاده کرد. یه سری اومدن نشستن فروید خوندن، فروید خانی کردن، این کارها رو کردن و قص الهازا، اینها معروف هاش هستن. یا یه سری گفتن انیگرام، مثلا نمیدونم یه چند زلی کشیدن برای خودشون، خب بعد پولیگون کشیدن و گفتن این اینه این فلان اینا. عزیزان، یک، اگر روانشناسی اینقدر ساده بود که شما بتونید با یه کلاس 10 ساعت 20 ساعت نهایت 30 ساعت 40 ساعت، حالا اصلا شما 100 ساعت، اگه اینقدر ساده بود که شما خواستین این کار رو بکنین، اگه خوب یاد میگرفتین، طرف پیر نمیشد تو این رشته و بعد بگه چی نمیدونم با 50 تا مقاله و هنوز هم مثلا بگه آقا غلط گفتی، اینجاش نادرست بود، اونجاش فلان بود. دو، اگر روانشناسی اینقدر ساده بود، هیچ وقت رشته روانشناسی ایجاد نمیشد در دانشگاه که لیسانس و لیسانس دکترا بچه ها بخونن. تازه اینی که خوندن حالا باید باشن برن کارگاه. سه، نکته مهم اینجاست که ببینید، روانشناسی یونگی یک دوره 2.5 تا 4 ساله داره. طرف توی این منطقه اصلا دنبالش نگردین. این که من رفتم انگلیس یاد گرفتم، رفتم دبی یاد گرفتم، جوکه. این یه مرکز تو امریکا داره، یه شعبش هم اصلیش از توی سوئیسه، خب در همون شهر خود یونگ هست، انستیتوت یونگ. بعد ببینیم اونجا دوره، بعد ببینیم دورش هم به این راحتی نیست. خب بله، شما ممکنه بگی دانشگاه ایکس، دانشگاه آکسفورد، دانشگاه کمبریج، نمیدونم دانشگاه یو سی ال ای، نمیدونم فلان، اینا همه گذاشتن، یو سی ال لندن گذاشت، این گذاشت، اون گذاشت، باشه، هر کسی میتونه بذاره. مثل ما که همون میگن مدعی نمیدونم چی چی هستیم، ولی خب واقعاش تهش باید ببینی به کجاست. یه پولی گرفته، مدرکی صادر کرده، الزاما درست نیست. به طور خیلی مختصر و مجمل، یه دوره روانشناسی اگر شما بخواید برید، یک، باید تحصیلات در اون دوره داشته باشید، حداقل فوق لیسانس، یعنی لیسانس و فوق لیسانس روانشناسی. دو، 2.5 سال کفشه، کف آموزشه. این 2.5 سال شامل اینه که شما حداقلش 6 ماه تا 1 سال هفته ای 2 جلسه پا میشین میرین جلسات درمانی خودتون، و 1.5 سال تا 2.5 سال تحت آموزش هستید. پس هر کسی نمیتونه باشه. حالا بعضی از جا شل میگیرن، مثلا امریکا یه مقدار گوشش بازه، به قول مشهدی ها میگه که آقا مددکار اجتماعی هم میتونه بیاد. در ایران ما بحثمون اینه که فقط اونهایی که تحت پوشش سازمان نظام روانشناسی مشاوره هستن میتونن، تو اون رشته هستن، حق اینو دارن که برای این دوره رو ببینن. و بعد ببینید عزیزان، واقعا تی ای به این شکل نیست که شما بتونید بیان تحلیل کنید و بعد لیبل بزنید. این که من بیام بگم آ تو کودک فلانی، تو نمیدونم کودک بزمهجه ای، نمیدونم تو یکی والد مثلا سرکوبگری، توجیه.
این که مثلا یک سری حالا باب شده جدیدن با طرحوار درمانی دارن این کارو میکنن، به طرف انتقاد میکنین. من خودم یه جای انتقاد کردم، گفتم آقا این مستند نداری. برگشته طرف میگه آره طرحواره حقارتش فعال شده داره این حرفو میزنه. ببینید هر چیزی مکانیزم دفاعی نیست، هر چیزی مشکل نیست، سوال علمیه. کسی که نمیتونه سوال علمی جواب بده استفاده میکنه از این تکنیک ها. ما اصطلاحا به این میگیم مغالطات فلسفی و حمله به شخصیت. یه مغالطه از فالسیه، اینا روانشناسی نیست، اینا سوء استفاده از روانشناسیه. افرادی که این کارو میکنن روانشناس پاپن، افرادی که میان بدون داشتن تحصیلات، بدون داشتن مدارک معتبر. ببینید مدارک معتبر این نیست که من بگم مدارک معتبر، شما باید بریم ببینید اون اساس معتبر است یا نه. این که من بیام بگم مدارک معتبر میدم، شما بیش من رو چه حسابی دارم میگم؟ من دوره شو دیدم، آقای ایکس میاد فلان دوره رو تو ایران بنیانگذارشه. اوکی، من مثلا یک نمونه رو میخوام بگم. آقای دکتر علی صاحبی، ایشون از انستیتو ویلیام گلاسر در امریکا مدارک کامل آموزش واقعیت درمانی ویلیام گلاسر رو دریافت کردن و نماینده ایشون به صورت اینترنشنال هستن. چرا اینو دارم میگم؟ من دوره ایشون چند سال پیش می‌خواستم برم و شک کردم. گفتم رو چه حسابی این آقا از کجا اومده؟ حالا مدت خارج بوده، شاید راست بگه، شاید دروغ بگه. حق منه. رفتم ایمیل زدم به انستیتو ویلیام گلاسر، گفتم که خب سلام علیکم، ایشون درسته؟ گفتن که ایشون کاملا دوره‌های ما رو گذرونده، سرتیفیکیتش معتبره و در سرتاسر دنیا اینترنشنال نماینده ما هست. خب من حالا با خیال راحت میتونم برم. چند درصد این سازمان‌ها این هستن؟ ببینید من میشناسم، من به عنوان روانشناس. آیا شما میشناسید اون مؤسسا؟ درسته. بعد حالا شما دارین پا میشین میرین با 50 ساعت با 30 ساعت با 40 ساعت یه همایش دوره همی گذاشته، یه کسی اومده نشسته و شما صحبتی کردین، طرف مثل چی اومده مثلا 3 روز 3 تا 8 ساعت، حالا برفرض شما 20 8 ساعت که نیستش که، شما میگین 3 تا 8 ساعت 24 ساعت شما اومدی یه چیزی رو گوش دادی. ببینید برای اینکه شما در یک سیستمی فقط برسید به اوج، در یک سال بعد 1000 ساعت در اون سیستم فعالیت بکنید. دو، برای اینکه مستر اون سیستم بشید 10000 ساعت نیاز دارید. ببینید سالی 1000 ساعت میشه روزی تقریبا 2 ساعت 40 دقیقه، 2 ساعت 50 دقیقه، شما بگید 3 ساعت. روزی 3 ساعت بعد کار کنید، 365 روز، بالاخره بعضی از روزام کار نمی‌کنه، میشه 1000 ساعت. روزی 2-3 ساعت توی حوزه کار کنید، میشه 1000 ساعت. تازه رسیدین به اوجش، به اوج توانمندی خودتون در اون سیستم. بعد چیکار کنید؟ بعد 10000 ساعت تمرین نیاز داره تا شما در اون زمینه مستر بشین. 10000 ساعت یعنی 10 سال روزی 3 ساعت. خواهش که ازتون دارم، لطفاً با یک کلاس ساده به کسی لیبل نزنید. اگر چیزی در یک جا خوندید فکر نکنید، درست است و تمام کاربردهاش رو یاد بگیرید. در درجه اول روی صحبتم با دوستانی است که روانشناسی خوندن، دانشجوی فوق لیسانس میگه من روانشناسم، من مشاورم، مدرکش رو از دانشگاه پولی گرفته و تازه مثلا در نهایت ممکنه زیر نظر یک نفری باشه، هنوز عضو نظام روانشناسی نشده، چه برسه که پروانه داشته باشه، بعد میاد میگه فلان. و این افراد هستن معمولا کارگاه میذارن، کلاس میذارن. یه حالت پاپ سایکولوژی روانشناسی خیلی زردی هست که مبنا نداره، ظاهرش روانشناسیه، یعنی توی جبهه بسته‌بندی روانشناسی. خیلی مراقب باشید، روانشناسی چیزی نیست که من و شما متوجه بشیم به این سادگی. روانشناسی چیزیه که بهت و تغییر داره، این چیزیه که شما رو ناراحت میکنه، گزنده است. چرا؟ چون اون شادوی شما رو، سایه شما رو داره نشون میده. اینها توی ذهنمون باید باشه. فکت روانشناسی اون چیزی نیست که همه فکر میکنن. اگه اون فکر میکنن اون روانشناسی نیست. اینها میشه میسابیوز از روانشناسی. متاسفانه امروز روز شده یک معمنی برای اینکه یک سری از افراد بیان استفاده کنن. حالا با لطف خدا آقای دکتر حاتمی ریاست نظام و آقای دکتر عماری مسئول بخش آموزش نظام روانشناسی، اتفاقات خوبی داره میفته و ما امیدواریم که به زودی زود بساط این افراد جمع بشه. خواهش که ازتون دارم، اگه حالا شما پول دادین ناراحتین که من پول دادم و ناخودآگاه به خاطر پولی که دادین و وقتی که دادین روتون نمیشه که برگردین بگین آی چه چیز بدی بود، با خودتون صاف بشین، دلتون رو صاف کنین نسبت به خودتون و بپذیرید که عزیزان چیز به این سادگی نیست و استفاده نادرست از روانشناسی از هیچ کس نپذیرید. و اینم یادتون باشه هر زمان از کسی سوال علمی پرسیدید و یا گفتید مدرک و اعتبارش و شروع کرد حمله شخصیت شما و گفت آقا تو اینجوری، تو فلان اختلال داری، تو اینی از این داری استفاده میکنید، بدونید این یه مکانیزم دفاع روانیه و داره اون کس توجیه میکنه و داره از مکانیزم مغالطه
مکانیسم مغالطه حمله به شخصیت استفاده میکنه برای اینکه شما رو منکوب کنه که شما زیپ دهنتون رو ببندید و سوال نکنید و پشتش چیزی نیست، وگرنه الان به من بگین مثلا فلان چیز من خیلی خوشحالم میشم، میگم بله بله مقاله براش دارم، و اگه حرفی اجازه دادم میگم مقاله ندارم، من ببخش اشتباه کردم بدون مقاله بود. مرسی از اینکه گوش دادین به عرض بنده، یه مقدار این وایس طولانی شد. مواظب خودتون تو ایام کرونا باشید، بدون دستکش، بدون ماسک، بدون پیس پیس بیرون نرین، حتما یه اسپری کوچیک برای خودتون داشته باشین، اگه میرین جایی از سانیتایزر چیزی استفاده کنید، تا جایی ممکن اصلا بیرون نرین و در از مکانهای عمومی دوری کنید، در مکانهای عمومی داشته باشید امکاناتی شیلد، ماسک، دستکش، اسپری سانیتایزر، خلاصه کلام بیماری جدیه، مراقب خودتون باشید، همیشه سالم باشید فعلا.